با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستانی که در اتاق هستند، خوشحالیم که مجددا رفیقمون مهرداد وهابی دعوت ما رو پذیرفتن و برای این بحث مهم دوباره در اتاق ما میان. بحثشون در دو قسمت راجب تئوری های اقتصادی دولت امروز بخش اولشه، بخش دومش هم با اینکه فیکس شده ولی چون ممکنه عوض شه روزش، بعد به رفقا اطلاع خواهیم داد. امشب ایشون قسمت اول بحثشون رو معرفی میکنن. من دیگه بیش از این وقت رفقا رو نمیگیرم. اگه رفیق و مهرداد آمادن میتونن شروع کنن. با کمال میل، با تشکر از فروم انقلاب به خاطر دعوتی که مجددا از من به عمل آوردن، من تلاش خواهم کرد در این بحث تئوری اقتصادی دولتی رو که خودم واضعش هستم با یک مقدمه که یک جلسه طول میکشه و بعد با تشریح اون تئوری بیان کنم. تئوری اقتصادی دولت برای اینکه فهم بشه مقدمتا لازم انواع دیگر تئوری هایی که در مورد دولت مطرح شده از همدیگه تفکیک بشن، باز شناخته بشن. از جمله اینها نظریه حقوقی دولت، نظریه سیاسی دولت و نظریه جامعه شناختی دولت. پس از این سه نوع نگرش به دولت باید از نظریه اقتصادی دولت یاد کرد. سخنرانی امروز من از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل میشه و مطلعی هست، مقدمه ای هست بر سخنرانی بخش دومم که خواهد پرداخت به نگاهی که من تئوری که من پروردم در مورد دستگاه اقتصادی دولت یا نگاه اقتصادی به دولت. خب در اینجا قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم باید بگم که من مخاطبانم رو مد نظر داشتم. عموم دوستانی که غالبا این بحث ها رو تعقیب می کنن یا از یک فرهنگ سوسیالیستی میاد با سبقه عمیقا مارکسیستی، پاره ای حتی مارکسیسم لنینیسم و با اندیشه در واقع چپی که از مارکس و گرایشات مارکسیستی الهام گرفته و همینطور بخشی که علاقمند به مباحثات اقتصاد، چه اقتصاد سیاسی کلاسیک و چه اقتصاد نئوکلاسیک. البته همونطوری که میدونیم بخشی از اقتصاددونها هم که اقتصاد کینزی رو بهش باور دارن و مشتقات اقتصاد کینزی خودشون رو لزوماً نئوکلاسیک نمیشناسن، اگرچه به نظر من مبادی اندیشه کینز همون مبادی اندیشه نئوکلاسیکه ولی یه تمایزات و تفاوتهایی داره. بنابراین من این چهار دسته مخاطبین من هستم، از جریانات سوسیالیستی به خصوص کسانی که با سوسیالیسم مارکس آشنایی دارن و نیز ادبیات اقتصاد سیاسی کلاسیک نئوکلاسیک و کینزگرا، و اینها در واقع مدخلیت دارن توی حوزه تئوری دولت لااقل در اندیشه ما، اگرچه در بخش هایی که مربوط میشه به سایر بینش های در واقع دولت من به مؤلفین دیگه ارجاع میدم. مطابق روال همیشگی وقتم رو صرف دادن رفرانس در مورد کسانی که میارم نمی کنم، ولی اگر به کارهای من رجوع کنید تمام رفرانس ها رو به طور کامل به دست خواهید داشت. خب خلاصه کنم، سخنرانی بنابراین امروزه از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل میشه و یک به اصطلاح جمع‌بندی داره که راهگشای بخش دوم خواهد بود. مقدمه، پس از مقدمه نظریه حقوقی دولت، نظریه سیاسی دولت، نظریه جامعه شناسی یا جامعه شناختی دولت و پس از اون چیزهایی که اون عرصه هایی که شامل نظریه اقتصادی دولت هست رو در مطرح می کنم. تلاشم اینه که وقتی از نظریه اقتصادی دولت صحبت می کنم دوستان متوجه باشن چه چیزهایی رو وارد این نظریه می دونم و چه چیزهایی رو
لازم ولی نه در محدوده نظریه اقتصادی دولت میدونیم. در این مقدمه قصدم اینه که به طور خلاصه بگم چه نگاه‌هایی به مسئله دولت وجود داره و به یکی دو تا نکته، یکی دو تا پرسش اصلی در واقع پاسخ بدم. قبل از هر چیز باید بگم که نظریه اقتصادی دولت قبل از هر چیز باید روشن بشه که در کجا ما قرار میگیریم. برای اون اولین نظریه‌ای که به گمان من در زمینه دولت مطرح شده رو به اصطلاح من به عنوان نظریه حقوقی دولت قلمداد میکنم. علت این هم چی بوده؟ غالبا گفته شده که دولت وقتی به وجود اومده و زمانی که وجود داشته قانونی هم در کنارش بوده. این نظریه حقوقی دولت از لزوم وجود قوانین، حالا این قوانین میتونن خیلی جامع نباشن، مثل یاسای چنگیزی، چند مقررات، چند قاعده است که قانونگذار گذاشته شاملشه، یا اینکه قانون حمورابی. البته برخی بر این باورند که قانون حمورابی از یک دولت نشأت نمیگیره اگرچه قانون بوده، و پاره دیگه این رو به چالش کشیدن. ولی علل اصول نظریه حقوقی دولت با این فرض شکل گرفته که دولت، یکی از ارکان دولت، وجود نوعی از قانون و قانونگذار است. و اگر دقت بکنید فلسفه حقوق هگل باز از زاویه حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی قضایا رو بررسی میکنه و این رابطه حق هست در مفهوم شکل‌گیری دولت. دومین نظریه ای رو که میشه در مورد نگاهی که به دولت هست، نظریه سیاسی دولته که حول مفهوم حاکمیت شکل گرفته، یا sovereignty و قدرت sovereign. خب قدرت sovereign چه هست؟ قدرت در واقع اونطوری که شما اگر دقت بکنید در مورد نظریه sovereign یک نوع به اصطلاح خشونت متمرکزه، ولی این خشونت متمرکز متوجه حمایت از کسانی است که در محدوده دولت قرار میگیرند، در محدوده حاکمیت یا قوای حاکمه قرار میگیرند. بالعکس اون قوای حاکمه که در محدوده قلمروی خودشون حامی به اصطلاح ساکنین هستند، در بیرون از محدوده خودشون مجاز میدونند که بدون قانون رفتار کنند، انگار جنگل و شکارگاهشونه. به عبارت دیگر نظریه سیاسی دولت کل جهان رو یه خطی بینشون میکشه، بین قلعه‌ای که مورد حمایت هست و در واقع بیرون قلعه زمین شکارگاهی است که قانون برش حکم نمیرونه و سلطان، پادشاه یا قوای در واقع حاکم میتونند قوه خشونت رو برای تهاجم و نه دفاع مورد استفاده قرار بدن. یعنی دیالکتیک حاکمیت با پروتکشن و اگریشن مشخص میشه، حمایت و تهاجم. البته یکی از ویژگی های در واقع قوه قهریه اینه که میتونه خودش موجب شرایطی رو موجب بشه که یک قلمرو به تهدید بیفته و بعداً به عنوان اینکه مدافع قلمرو تهدید شده است دو مرتبه موقعیت خودش رو ابقا کنه. بنابراین از این زاویه است که به قوه قهریه چهره دوگانه ژانوس هم میگن، هم گریان هم خندان، هم حامی هم متعرض. کدوم یکی از این دو چهره باید اصل شناخته بشه یکی از موضوعات مورد مشاجره است در تفهیم کردن جایگاه سیاسی حاکمیت یا sovereignty. به گمان من این موضوع به نحو خیلی قشنگی در یکی از سخنرانی های میشل فوکو در سال 1979 مطرح شده که در کالج دو فرانس بیان کرد و در همین سخنرانی هم هست که فوکو دو چهره مستبد جبار در واقع و چهره الهی و حامی رو از هم دیگه تفکیک میکنه و چهره الهی رو چهره موسی میدونه
که رمه های خودش رو در واقع داره حمایت قرار میده، و شداد و نمرود رو چهره در واقع متعرض دولت. به هر حال این صحبتی که آقای مراد فرهاد بود در مجموعه صحبت های این جلسات انجام داد، مرکزی که من دیدم در صحبت ایشون هست روی خشونت متمرکز، دولت به عنوان خشونت متمرکز بود. اگرچه من در گفتار ایشون رابطه ای که از مفهوم خشونت متمرکز و نه خشونت سمبولیک ناشی میشه رو که ناظر باشه بر رابطه پروتکشن و اگریشن، حمایت و تهاجم، در اون صحبت شاهد نبودم، ولی اساس چیزی که ایشون مطرح میکنه همون مفهوم ساورنیتی است. در همین جاست که باید بگم منشأ این قدرت حاکم برای دوره طولانی لاعقل در غرب الهی بوده و اون چیزی رو که ما دستگاه کلیسا میدونیم یا دیگر اشکال قدرت مذهبی میدونیم به این دلیل هست که در فرهنگ غرب در واقع سیاست مقدمتاً در دستگاه مذهب متمرکز بوده و تدریجاً سکولار یا مدنی شده، از حالت مذهبی خارج شده. بنابراین این زبانی که سکولار شده، حاکمیت به معنای مدرن شکل گرفته از قرارداد وستفالی در 1688 که قلمروی حاکمیت رو بر مبنای مرزهای ملی مشخص میکنه. همینجا باید بگم که بین نظریه سیاسی دولت و نظریه حقوقی دولت یک نوع ارتباط مستقیمی واقعه، به این معنا که دولت نظریه سیاسی با نظریه حقوقی چفت میشه. دستگاه دولتی دستگاهی است که قانونگذاری خاصی برای قلمرو تحت حمایتش داره و بیرون از اون دنیا در واقع قانون حاکم نیست، بلکه غیر قانون حاکمه، هرج و مرج حاکم است. که حالا این مفهوم رژیم حقوقی و رژیم غیر حقوقی که مرزش رو دولت میکنه موضوع مشاجرات بسیاری بوده، از جمله از جانب اندیشه فاشیستی، مثلا کارل شمیت که شما اگر کتاب آگامبد رو در این مورد مطالعه کنید خیلی قشنگ توضیح میده مرز بین زندگی و حقوق که از نظر کارل شمیت یه مرز ثابتی نیست بلکه سیاره. سومین نظریه، نظریه جامعه شناسی دولته. نظریه جامعه شناسی دولت باز به مفهوم حاکمیت برمیگرده، ولی از نگاه مردم، یعنی از نگاه حکومت شده نه حکومت کننده، و این حکومت شده میخواد مشروعیت حاکمیت رو بفهمه. اینجاست که شما کتاب جامعه و اقتصاد در واقع ماکس وبر رو دارید که به اشکال مختلف مشروعیت، منابع مشروعیت میپردازه، از جمله اونها به مسئله سنت اشاره میکنه، به کاریزما اشاره میکنه و یا به عقلانی شدن دستگاه بوروکراسی، راسیونالیزه شدن دستگاه دیوان سالاری اشاره میکنه و سه عنصر در واقع به عنوان منشأ مشروعیت میاره. بنابراین مفهوم مشروعیت، البته کلمه فارسی مشروعیت کلمه خیلی دقیقی نیست، لجیتیمت، البته غربیش هم باز زیاد کلمه قوی نیست، از لدیکیم در واقع میاد و میتونه معنای سلطنت رو هم تو خودش بده. به هر حال اما نظریه جامعه شناسی دولت هم ربط پیدا میکنه به نظریه سیاسی دولت و ما در اینجا یک زیرشعبه ای داریم به نام زیرشعبه در واقع جامعه شناسی سیاسی. کار جامعه شناسی سیاسی بررسی منابع مشروعیت نیست، بیش از اونه بررسی گروه ها و طبقاتی است که اراده اونها دولت و حاکمیت رو شکل میده و همچنین دستگاه و ساختار دولت از چه به اصطلاح گروه های اجتماعی شکل گرفته. شما در اسطوره شناسی یک رشته اولیه جامعه شناسی دولت رو مثلا در کار دومزیل میبینید که اشاره داره بر این که دهاقین، روحانیون و جنگاوران سه گروهی بودند که در تمدن‌های هندو اروپایی پایه‌های دولت رو شکل دادند، در اکثر تمدن‌های هندو اروپایی. ولی این تبدیل به یک
بحث مفصل شد و نظریه طبقات یا کاست یا گروه های مختلف هم در قلمرو جامعه شناسی سیاسی قرار میگیره. جالب هست که بنابراین بدونیم از این سه مفهومی که من مطرح کردم، نظریه حقوقی دولت، نظریه سیاسی دولت و نظریه جامعه شناختی دولت، سیاست حلقه واسطی است بین حقوق و جامعه شناسی، و حقوق البته جای خاصی رو داره در به اصطلاح این دستگاه دولت، به ویژه در دوره سرمایه داری، که خب این رو در ادبیات مارکس هم به طور روشن میبینیم که دوره سرمایه داری رو دوره شکل گرفتن مفهوم حق میدونه، و البته این تاریخچه مفصلی داره به خاطر اینکه تا قبل از دوره معاصر، دوره به اصطلاح مدرنیته و سرمایه داری معاصر، شهروند با حق تعریف نمی شده، با وظیفه تعریف می شده، حکمران با حق تعریف می شده، و بنابراین حقوق و قوانین حقوقی مدنی و عمومی بسیار هم متأخرن، همچنین به اصطلاح عناصر اولیهشون از به اصطلاح شهر دولت های یونان باستان، قوانین سولون، تا امروز در واقع حاکم هستش. خب در اینجا وقتی من میگم سیاست مفصل بندی اصلی رو شکل میده، منظورم نظریه حقوقی سیاسی دولت و نیز مفهوم جامعه شناسی سیاسی دولت که حلقات اتصاله. بنابراین به این اعتبار هست که نقش به اصطلاح سیاست به عنوان حلقه اتصال اون دو حوزه دیگه، حقوق و جامعه شناسی، مطرح میشه. اما نظریه اقتصادی دولت چه است؟ نظریه اقتصادی دولت به سه عرصه تعلق پیدا میکنه. اولین نکته اینه که دولت یک دستگاهی است که خراج جمع میکنه، تریبیوت، و یا در دوره هرچه معاصرتر مالیات جمع. اگر بخوایم به لحاظ اقتصادی دولت رو تعریف کنیم، دولت یک دستگاه اخذ مالیات یا اخذ خراجه. دقت بکنید در تعریف اقتصادی از دولت، شما با اون عرصه ای از دولت روبرو هستید که ربط پیدا میکنه به دارایی ها و نحوه رابطه اونها با به اصطلاح حقوق عمومی. پابلیک فایننس یعنی چگونه در سطح عمومی مخارج و منابع به دست میاد، مسئله اصلی. خب منابع اساسا خراج و مالیات، که البته در فقه شیعه همونطوری که من به دفعات در این دورهای اخیر اشاره کردم، انفال رو باید برش اضافه کرد و چیزهای مختلف مثل زکات، مثل خمس و غیره، و نحوه مخارج دولت، که در مورد مخارج دولت شما شاهد یک مجموعه ای از کالاها و خدمات هستید که موسوم هم به کالاها و خدمات عمومی. از اهم اونها میشه از حمایت نظامی شهروندان، همون قلعه مورد حمایت نام برد، میشه از زیرساخت ها نام برد که این زیرساخت ها شامل به اصطلاح مثلا اتوبوس، به تراموای، حمل و نقل عمومی است، شامل روشنایی عموم شهر یا روشنایی دریاهاست وقتی که در یک جا نگهبانی ناتور دریایی است که از طریق اون کشتی ها بتونن جهت خودشون رو پیدا بکنن، یا در سطح شهر روشنایی جمع‌آوری زباله هستش، یا همچنین جلوگیری از بیماری های واگیردار و دیگر مصارف عمومی که در واقع چه در زمینه بهداشت و سپس آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی شکل گرفتن. بنابراین وقتی از دستگاه دولت به لحاظ اقتصادی صحبت می کنیم، باید منابعش رو مورد مطالعه قرار بدیم، چه خراج و چه مالیات و نقش دولت در این چیه و چگونه این مصارف، در واقع این منابع، به مصرف می رسن، خرج می شه. اما این یک عرصه، هرچند عرصه بسیار مهمیه. من قبل از اینکه این عرصه رو برگردم به عرصه دوم دولت، اینجا یادآوری میکنم. پس در مفهوم اقتصادی دولت، دولت به مثابه دستگاه جمع‌آوری مالیات. این نکته رو به خوبی در کارهای
جیمز اسکات میتونید مشاهده کنید. جیمز اسکات یکی از به اصطلاح سیاست شناسان و آنتروپولوژیست هایی است که در واقع موسوم به آنارشیست، برای اینکه در اساس با نقش دولت به عنوان یک دستگاه غارت مطالعه کرده و کارهاش فوق‌العاده با ارزش هستند. او در تعریف دولت میگه دولت یک دستگاهی است که به جمع‌آوری مالیات دست میزنه. دوم، دستگاه دولت به مثابه مکانیسم تخصیص منابع است. وقتی میگم تخصیص منابع، به عبارت هستش از اینکه منابع چه کالاها، چه دارایی‌ها، چه خدمات، چگونه اینا اختصاص پیدا می‌کنند. یکی از این اشکالی که تخصیص منابع رو انجام میده بازاره. خب بازار یک مکانیسم تخصیص منابع است که بر مبنای به اصطلاح قیمت اجناس رو متناسب با قیمتشون در واقع در میان بخش‌های مختلف به اصطلاح اختصاص میده و این مکانیسمش خرید و فروشه. دستگاه دولت هم یک مکانیسم اختصاص منابع به لحاظ اقتصادی، ولی اون این مکانیسم از طریق استفاده از قیمت عمل نمیکنه، بلکه از طریق کماند یا امر در واقع استفاده میکنه. یعنی دولت یک روش آمرانه به کار میگیره وقتی که میخواد منبعی رو به اصطلاح درآمدی رو، کالایی رو، خدماتی رو به جایی به اصطلاح تفویض کنه، به جایی به اصطلاح بسپره، منتقل کنه، از مکانیسم خرید و فروش استفاده نمی کنه. حکم میده، فرمان میده و به اصطلاح مکانیسم های آمرانه و دستوری استفاده میکنه. مثلا کسانی که در اقتصاد ایران، اقتصاد ایران رو دستوری میدونن، در واقع دارن میگن که در اینجا مکانیسم دولت به جای بازار عمل کرده تنظیم اقتصادی بدن. و سوم، دستگاه دولت به عنوان یک دستگاه اقتصادی است در قیاس با کل اقتصاد، به ویژه وقتی که در یک اقتصاد مثلا قحطی هست. حالا این قحطی در دوره‌های باستان به خصوص در مورد غلات بود. وقتی در مصر باستان غله کم می اومد، دولت اینها رو باید یک جوری انبان می کرد و در زمانهای قحطی این انبانها رو به سوی مردم باز می گشود. و بعد هم در دوره‌های جدیدتر مسئله مداخله دولت به ویژه از دهه 30 میلادی در بحران‌های اقتصادی مهم، و این مکانیزم‌ها متعدد هستند و به طور روزمره هم هستن، غیر از دستگاه در واقع دولت که در زمانهای بحران عمل میکنه، از سیاست پولی، سیاست بودجه‌ای، سیاست توزیع در واقع درآمدها استفاده میکنه برای کنترل عمومی اقتصاد و یا در واقع شرایط بیرونی انباشت سرمایه رو نظیر به اصطلاح اینفراستراکچر زیر ساخت ها تأمین میکنه. این زیر ساخت ها میتونن در حوزه دریایی باشن، در حوزه زمینی باشن یا در مورد جو باشن که دولت میتونه در این زمینه ها مداخله کنه و به تمرکز و تراکم سرمایه ربط پیدا میکنه. پس بنابراین این رو به اصطلاح نقش بیرونی دولت باید ازش یاد کرد. پس از اینجا من اینطور میتونم بگم سه حوزه داره قلمرو تئوری اقتصادی دولت. یکی دستگاه دولت به عنوان مالیات ستان یا خراج ستان، این دستگاه درونی دولته. یکی دستگاه دولت به مثابه نوعی مکانیسم تخصیص منابع، و سوم دستگاه دولت به عنوان مقوم، پشتیبان، یاریرسان کل نظام اقتصادی، نه فقط در نظام سرمایه داری بلکه در دیگر نظام ها. خب در اینجا من باید قبل از اینکه وارد بحث اصلیم بشم، در این مقدمه به یک سوال پاسخ بدم. در بررسی دولت باید از نگاه دولتگرا یا به نظریه‌ای که در اون دولت محوره پیروی کرد یا نظریه جامعه محور، در واقع کدوم یکی نگاه جامعه گرایانه، منشأ و محور رو جامعه بدونیم، به دولت نگاه کنیم
یا دولت محور باشیم، از دولت آغاز کنیم و به جامعه نگاه کنیم. یکی از به اصطلاح نکاتی که در لاقل چند ساله اخیر دوستم آقای محمد رضا نیکفر زیاد در ادبیاتش مورد تاکید قرار میگیره و ازش رشته نتایجی اخذ میکنه، همین پرسش نگاه دولت محور یا جامعه محور. او غالبا جریانات چپ در ایران رو مورد نکوهش قرار میده که سهیماً در یک نگاه در واقع دولت محور و نه جامعه محور و همه چیز رو از زاویه دولت نگاه. آیا این دیسکورس، حالا صرف نظر از نتایجی که ایشون به اصطلاح میگیرن، نگاه موجهی از نظر من یا نه؟ به گمان من چیزی رو که آقای نیکفر به درستی از همدیگه تفکیک میکنه، نگاه جامعه محور یا نگاه دولت محور، اساس میراث با ارزش لیبرالیسم. مدتها پیش یا در آغاز شما این تفکیک رو در کار جان لاک میبینید و همینطور در میان مکتب منچستر، در میان اقتصاددانانی چون آدام اسمیس. شما این رو در فلسفه حقوق و فلسفه حق هگل میبینید که در واقع جامعه مدنی رو از جامعه سیاسی منفک میکنن و در مرکز جامعه مدنی اقتصاد رو قائل میشن. خب این بحث که از زمان در واقع جان لاک هست، تفاوت و تمایز حاکمیت و مالکیت، sovereignty و property، کدوم یکی بر دیگری تقدم داره و اینکه دولت بر چه مبنایی ضرورت پیدا میکنه. این مبحث از جانب فکر لیبرالیسم اومد. خب در قبل از اندیشه لیبرال ما یک نوع سلطنت مطلقه در واقع اندیشه اصلی رو داره و تمام اقتدارات بعد از اینکه از کلیسا یا قدرت الهی منتقل میشه به حاکمیت دولت به معنای سکولار یا لائیک کلمه، از اونجا به بعد در واقع تمامی امور و حق دست ارباب جامعه که دولته و جامعه در واقع در خدمت دولت. اون چه که لیبرال ها در واقع نوآوریشون بود این بود که دولت باید خادم باشند و مردم یا شهروندان باید حاکم باشند، یعنی رابطه باید عوض بشه. دولت که حالا پلیس، اینو شما میبینید در روی تمام ماشینای پلیس آمریکا، اگرچه واقعا اینطور نیست، همیشه زده شده که این ماشین پلیس برای خدمت به مردم. بنابراین مفهوم این که دولت باید خدمتگزار باشه و نه اینکه به اصطلاح حاکم باشه، این تغییر از همون مفهوم حاکمیت از آن مردم و منشأ مردم رو داره در واقع ناشی میشه. خب در اینجا آنچه که مهم هست اینه که دولت یک شر تلقی میشه که باید توضیح بده چرا ضروری، موقعی که برای جامعه فایده بخشه. یعنی مرتب مداخلات حاکم سنجیده میشه به عنوان خادم. اگر قراره به ملت خدمت بکنه، هزینش چیه و سودش چیه؟ هر آینه سود حضور دولت بر خزینه هاش به چربه، اونجا دولت میتونه مداخله کنه. این مبحثی رو که من گفتم باز دوستان میتونن به کار میشل فوکو، سخنرانی هاش در به اصطلاح کالج دو فرانس سال 1778 رجوع کنن که سخنرانی بسیار مهمی هست، اتفاقا سخنرانی هست که در اونجا نئولیبرالیسم رو او سکه میزنه برای نخستین بار و از نئولیبرالیسم اردولیبرالیسم رو میفهمه که در آلمانه مقدمتا شروع میکنه با تعریف لیبرالیسم و لیبرالیسم رو یک دستاورد درخشان میدونه در این تفکیکی که به عمل میاره بین جامعه محور بودن و دولت محور بودن. به عبارت دیگر دولت موجودی است شر، مگر اینکه خلافش ثابت شود، مگر اینکه روشن شود که سود دولت بر ضرر مداخلش میچرده. خب این منطق در واقع مالکیت رو
اصل میذاره بر حاکمیت. و مالکیت در اینجا چیه؟ اون حقوقی است که در واقع ملت برای خودش قلمروی مدنی نسبت به حقوق مدنی اخذ میکنه. پس در اینجا من با مفهوم دولت محور بودن یا جامعه محور بودن از زاویه نگاهی که در غرب شکل گرفت، در ادامه فرهنگ غرب شکل گرفت، بهش باور دارم، به نظرم چیز مهمیه، ولی تأکید دارم در اینجا خیلی گذرا روش مکس نمی کنم که دیسکورس جامعه محور بودن در جامعه مثل ما ایران متفاوته با دیسکورسی که در غرب شکل گرفته، به یک معنا زوایایی از اون مشدده، برای اینکه ما از یک دسپوتیسم خاصی برخوردار بودیم که هیچ گونه حقی رو برای جامعه مدنی قائل نمی شد و لغو تیولداری از زمان انقلاب مشروطه نقطه ای بود از یک سوی برای ایجاد مفهوم هنوز سر و دم بریده از حاکمیت ملت، ولی در زمینه حقوق مالکیت هنوز با لکنت در انقلاب مشروطه ما صحبت می‌کردیم. خب این بحثی که باید جای خودش باز بشه. پس از این مقدمه قسمت اولم نظریه حقوقی دولت رو اشاره می‌کنه. خب من فکر می‌کنم شما در اینجا یک مبحثی رو آقای کامبیز سخایی در یکی دو قسمت ارائه دادن، تمام بحث ایشون تئوری دولت از نگاه حقوقی بود و نظریه حقوقی دولت فلسفه حق هگل و نقدی که مارکس بر فلسفه حق هگل کرد رو مد نظر داشتن. در اینجا باید یک نکته بسیار مهمی رو در اندیشه مارکس به اصطلاح باز شناخت. ایشون هم سعی می‌کردن تا حدودی این مسئله رو مطرح کنن و اون این بود که برخلاف هگل که تأکید داشت دولت روح قومی رو نمایندگی میکنه، بیان و تجسم منافع عمومی آلمان هست، در واقع او مارکس اعتقاد نداشت که دولت منفعت عمومی رو نمایندگی میکنه، روح قومی رو نمایندگی میکنه، روح پروس رو نمایندگی میکنه و یک ملت آلمان رو نمایندگی میکنه. بالعکس میگفت که دولت زمانی شکل میگیره که جامعه به آشتی دیگه نداره تو خودش، جامعه به تخاصم دست پیدا کرده، به مرحله منازعه و شکاف انشقاق رسیده و از زمانی که دولت شکل میگیره زمانی است که طبقات و یا شکاف جامعه به طبقات، انقسام جامعه به طبقات آغاز شده و دولت نماد تفرده. درست عکس اون چیزی که گفته میشه راجع به دولت که دولت نماینده پابلیک اینترست، منافع عمومی در قبال منافع خصوصی، و این در حق فرهنگ حق در حقوق عمومی آمده در دوره مدرن. و مارکس در عکس اون اعتقاد داره دولت وقتی است، دولت کارش منفردسازیه، مجزاسازی شهروندانه. دولت به نام منافع عمومی از منافع خصوصی دفاع میکنه و دولت مظهر بیگانگی جامعه از خودشه و بیان نقش متجاوز یا تصاحبگر، اپروپریشن به نفع گروه خاصه که به نام جمع اقدام میکنه. خب این اندیشه خیلی اندیشه نقادانه ایه و اندیشه روح قومی پروسه در واقع هگل رو به شدت زیر نقد میبره. به عبارت دیگر در اینجا برای مارکس دولت تجسم منافع خصوصی گروهی است که به اتکا، به مدد و به اصطلاح با جواز، با به اصطلاح مشروعیت منافع عمومی، منافع خصوصی رو به نام منفعت عمومی در واقع بازتاب میده. به این معنا مارکس دولت رو فی نفسه مظهر ایدئولوژی میدونسته. بنابراین شما میگید در کاپیتال وقتی میگه فتیشیسم کالایی و سپس مفهوم الیناسیون در واقع بر اون اضافه میشه در مورد سرمایه، کالا و بازار، در مورد دولت، نفس دولت پیدایش ایدئولوژی. این حرف که از جانب برخی از جریانات چپ و در میان برخی از ادبیات
پژوهشگران علوم سیاسی اومده که دولت ایدولوژیک ما داریم و دولت غیر ایدولوژیک داریم، به نظر من حرف بی ربطیه. من این رو دیدم دوستان راه کارگر خیلی هم با حرارت و آتشین دفاع میکنن از مفهوم دولت ایدولوژیک. باید بگم در اینجا اونا چیزی رو که به نام ایدولوژی میفهمن، ایدولوژی به مساوی یک جهانبینیه. بنابراین بر این باورن که در اون دولت هایی که خودش رو صاحب یک جهانبینی میبینه و دولت های مذهبی از جمهوری، از جمله جمهوری اسلامی، خودشون رو صاحب یک جهانبینی میبینن، و نیز دولت های سوسیالیستی که مارکسیسم لنینیسم رو به عنوان شریعت خودشون اعلام میکنن، اینها دولت ایدولوژیک هستن. بالعکس دولت های لیبرال دموکرات که ایدولوژی رو به عنوان پرچم خودشون برنمی دارن، اینا دولت های غیر ایدولوژی. خب این حرف از نگرش مارکس حرف بی ربطی است. چرا؟ برای اینکه هر جا، و ایدولوژی برای مارکس اینه که منافع خاص به صورت منافع عام و منافع لحظه‌ای به صورت منافع جاودانه بیان میشه و این آگاهی کاذبه. خب بنابراین و باید در نظر گرفت که برخلاف این مفهوم دولت‌های ایدولوژیک، این مفهوم بسیار مفهوم مغلوطیه، نه فقط به خاطر اینکه دولت به طور کلی رو در واقع یک نوع ایدولوژی نمی‌بینه و ایدولوژی دولتگرا، بلکه مغلوطه به خاطر اینکه بین یک دولت مذهبی و دولت‌هایی مثل نوع شوروی، اگرچه حتی در اون مارکسیسم تبدیل شده به یک شریعتی که در حد مذهب و نمایندگی میکنه اقتدار اون ایدولوژی رو، ولی قدرت منشأش در فاسدترین و مستبدترین رژیم هایی که به نام سوسیالیسم حکومت راندن، منشأش مردم محسوب میشه نه قوه الهی، در حالی که رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی که در عربستان هست، رژیمی که در اسرائیل هست، اینها از یک مذهب شکل میگیرند و چیستن. البته رژیم اسرائیل یه ویژگی های خاص خودش رو داره نسبت به این رژیم های دیگه، ولی اینها رژیم هایی هستند که از یک قومی که برگزیده الهی هست مثل قوم یهود، یا یک اراده و مشیت منزل ربانی که تغییر ناپذیر، قانون شریعت و اسلامیک استیت، دولت اسلامی، دولتی که باید مبتنی بر شریعت و قانون باشه، از قوانین منزل ربانیه، نه قوانینی که مختارانه باید راجبش انسان ها تصمیم بده. خب اقتدار منشأ در واقع الهیش در اینجا باید تفکیک بشه از منشأ غیر الهیش. به این ترتیب من در یک کلمه میگم نظریه حقوقی دولت اساساً به این میپردازه که چگونه دولت نماینده منفعت عمومی است و دیگر منافع یا مدنی هست یا خصوصی، و همینه که اندیشه مارکس رو متمایز میکنه در نقد فلسفه حق هگل که در اینجا دولت رو سمبل یک منفعت خصوصی میبینه. این بسیار اهمیت داره. من بعدتر در بخش دوم بحثم، در بخش قسمت دوم بحثم روی این بیشتر برمیگردم که تأکیدش چیه، پابلیک آیا مترادف با استیت یا نه، قدرت یعنی حق عمومی با حق دولت یکیست یا نیست. در قوانین جدیده که به خصوص در فرانسه مورد مطالعه بوده و فرانسه از قرن 12 یکی از کشورهایی است که مدافع تفکیک حقوق مالکیت و حاکمیت بوده، به خصوص قانونگذاران لیون، به این نکته توجه شده که پابلیک و استیت تمایزهایی دارند، ولی روی این تمایزها خیلی زیاد در واقع در قوانین جدید به اصطلاح ما مکس فراوانی نداریم، ولی روش مکس میشه که به هر حال باید بین پابلیک و کامن یعنی منشأ عمومی و دولت فرق قائل بشه. دوم، نظریه سیاسی دولتی که من میخوام در این مورد ای کمی مکس کنم. خب من اشاره کردم که مسئله نظریه سیاسی دولت اول از همه مفهوم حاکمیته و اینکه حاکمیت منشأ الهی داره یا منشأ زمینی داره، حاکمیت ملت یا
و حاکمیت وقتی زمینی داره، به ویژه در دوره معاصر حاکمیت تریتوریال قلمرویی داره که در اون محدوده قلعه بنیان گذاشته میشه و بیرون قلعه شکارگاه محسوب میشه. خب این مفهوم رو ما در اندیشه مارکس هم داریم. مسئله یهود در واقع بیان همینه که در اونجا مارکس تفکیک میکنه رهایی سیاسی از مذهب رو و رهایی اجتماعی از مذهب. بر این باوره که زمانی که حاکمیت منشأ الهی داره نیازمنده که دچار تحول بشه تا حاکمیت مردم یا ملت برش استوار بشه. این مفهوم دولت ملت باید از اینجا شکل بگیره. دولت بر مبنای تریتوریال قلمرو و این قلمرو در محدوده ملی. در اینجا در مسئله یهود امکان رهایی سیاسی یا دولت آته، دولت بی مذهب رو مطرح میکنه. و از خیلی جالبه که اگر بخوایم مفاهیمی که بعدها خیلی بیشتر شکل گرفت، لایسیته یا سکولاریسم در قبال انقلاب فرانسه، اونچه که مارکس واقعا مد نظرشه مفهوم لایسیته است بیشتر تا سکولار، اگرچه در ادبیات خیلی اینها این تمایز لزوما همیشه منعکس نمیشه، چون اون چیزی که زمینی شده است خیلی وقتا سکولار ترجمه شده، ولی برای مارکس واقعا غیر مذهبی شدن دولته که یک رهایی سیاسی از مذهب شناخته میشه. و در این امر هست که همون مفهوم جدایی دین از دولت، دین از کلیسا و همچنین از سیستم آموزشی مطرح میشه. و دومین نکته‌ای که در نظریه سیاسی مارکس از دولت در واقع مطرحه اینه که دولت روبنای سیاسی است. روبنای سیاسی که توسط اقتصاد تعیین میشه. خب در این زمینه مارکس حرف تازه‌ای رو نمیزده. حرفی رو که اقتصاددانان انگلستان میزدند، اقتصاددانان مکتب منچستر میزدند رو میگفت. و در ما در اینجا چی میگفت؟ دولت به مثابه روبنای سیاسی دولتی است که اقتصاد تعیین میکنه. اما اقتصاد یعنی چه؟ شیوه تولید. بنابراین در اندیشه مارکس باید میدیدید شیوه تولید چیست و طبقات اصلی اون شیوه تولید کدومه. و برای مارکس از دوران معاصر بیشتر از سه طبقه اصلی وجود نداشت و این سه طبقه، طبقه سرمایه‌داره که سود به دست میاره، طبقه کارگره که کار مزدی و دستمزد به دست میاره، و طبقه زمینداره که رانت ارزی چه مطلق و چه تفاضلی به دست میاره. خب تا حدودی تفاضلی، ولی تفاضلی رو بخشیش رو در واقع طبقه سرمایه‌دار به دست میاره، ولی در پاره مراد اینا قاطی هم. یعنی رانت، مزد و سود سه شکل اصلی هستن. بنابراین وقتی میگه که دولت به مساوی روبنای سیاسی به وسیله اقتصاد تعیین میشه، دولت یا میتونه تعلق داشته باشه به طبقه سرمایدار در جامعه سرمایداری یا میتونه به اربابین تعلق داشته باشه و حالا خواهیم دید همچنین میتونه به طبقه کارگر تعلق داشته باشه. در این نظریه مارکس چیزی به نام مثلا کارگر و دهقان وجود نداره، ولی اینکه دهقان به عنوان یک طبقه نیست. شما در این تفکیک سگانی که تریولوژی در واقع اقتصاد کلاسیکه دهقان نمی، چون دهقان درآمد مستقلی نسبت به این سه شکل سود، مزد و رانت نداره. مثلا نمیتونید بگید که بورژوازی ملی به علاوه خرده بورژوازی شهری به علاوه دهاقین یا خرده بورژوازی روستایی جزو دولتن. از نظر مارکس اینها از اونجایی که بازتاب یک اراده اقتصادی متمرکز نیستن چیز دیگه ای نیست و سیاست همون عبارتی که لنین گفت بیان فشرده اقتصاده. و از اونجایی که طبقاتی که پایه تولید رو تشکیل میدن منشأ اصلی خلق ثروتن، بنابراین دستگاه دولت باید اون رو نمایندگی کنه. من بعدا برمیگردم چرا به این بحث اشاره دارم. بنابراین در بیانیه کمونیست شما شاهد این هستید که مارکس عبارتی رو مطرح میکنه که دولت هیئت اجرایی بورژوازی، نماینده عمومی در واقع منفعت طبقه بورژوا میشه به وسیله دولت ارائه بشه. و
به همین دلیله که مارکس میگه دولت منفعت عمومی رو نمایندگی نمیکنه، منافع خصوصی یک اقلیت رو به نام منفعت عمومی نمایندگی میکنه. این تزیست که به عنوان دولت رو ابزار یک طبقه، حاکمیت یک طبقه بر طبقات دیگر قلمداد میکنه. مفهوم ابزار از اینجا اومده که در کتاب دولت و انقلاب لنین بارها این اصطلاح استفاده شد. اما نظریه مارکس در مورد رابطه دولت و زیربنا یا اون ماتریالیسم تاریخی، نه مارکس و نه انگلس به اینجا ختم نمیشه. اونها شاهد بودند که دوره های انتقالی وجود داره، مثل دوره انتقال از فئودالیسم به سرمایداری و نیز دوره ای که در واقع سرمایداری وارد شرایط بحرانی شده و طبقه کارگر به اندازه کافی رشد کرده و تبدیل شده به نیرویی که علی المبارز میتربه در مقابل طبقه بورژوا. دولت ها در واقع یک استقلالی از طبقات پیدا میکنه و این رو در مفهوم دولت های استثنایی به کار میگیره، که میگه در اینجا دولت فقط ابزار نیست، میتونه خادم منافع خودش هم باشه. خب در اینجا در مورد تعادل بورژواها و فئودالها از ناپلئون بوناپارت پس از انقلاب 1789 فرانسه و بعد از 1793 سرکار آمدن ناپلئون بعد از دوره سقوط دیرکتور حکومت ژاکوبن در واقع یاد میکنه از 1795 به بعد، و نیز رژیم نیمه مشروطه در انگلستان. اینها رو نشانه رژیم های استثنایی میدونه و نیز از سال 1848 که بر این باوره مبارزه طبقاتی با نبرد ژوئن در پاریس بود ولی در جاهای دیگه هم انقلابات شکل گرفت، بر این باوره که دولت ها یک دولت های بوناپارتیستی هستند، مثل لوی بوناپارت وقتی که جنگ بین کارگران و سرمایه‌داران به اوج رسیده و طبقه بورژوا در این جنگ نیروی خودش رو به شدت فرسوده کرده و طبقه کارگر هم شکست خورده ولی نیروی طبقه بورژوا را تضعیف کرده، دولت مثل دولت لوی بوناپارت استقلالی از طبقات اصلی پیدا کرده مثل کارگر و سرمایدار و میتونه مانور بین اونها بده. و این مفهوم دولت‌های استثنایی بود که مارکس اشاره کرد. من به سهم خودم خیلی سالها پیش در اولین تفسیری که از دولت ارائه دادم در کتابچه راه فدایی حاکمیت بوناپارتیستی مذهبی و دو مرحله آن، این مفهوم سال 58 در واقع از بوناپارتیسم مذهبی صحبت کردم، یا همون چیزی که دولت‌ها استثنا است. اینجا مفهوم ابزار یه خورده در واقع به اصطلاح رقیق میشه و مفهوم کاست حکومتی میاد که در مورد ایران غیر از کاست حکومتی کاست روحانی در واقع های زهنه ده. بالعکس. خب اینجا من میخوام یک مکسی ایجاد کنم. حاصل چیه؟ به نظرم حاصل کل تئوری مارکس، چه اونجایی که در بیانیه کمونیست از اکسیکیوتیو کامیتی به اصطلاح دولت رو هیئت اجرایی اراده کل بورژوازی میدونه، و اونجایی که در مفهوم دولت‌های استثنایی در واقع دولت رو یک در این حال آب و نان میدونه برای صاحبین دولت و در اونجا از جمعیت ده دسامبر نام میبره و خود لوی بوناپارت، در واقع میخواد دوره‌بندی کنه تاریخ دولت رو. و تاریخ دولت رو در سه فاز مارکس و انگلس در واقع دسته‌بندی میکنن. در این مورد جنگ‌های دهقانی در آلمان مقدمش، آنتی دورینگ انگلس و مبارزات طبقاتی در فرانسه مارکس خیلی اهمیت دارند. سه مرحله رو در توسعه دولت مدرن بورژوازی به نام میبرند. مرحله اول مونارشی مطلق است یا دسپوتیسم مطلق است. مرحله دوم نیم مونارشی یا مونارشی در واقع مشروطه است در انگلستان و بوناپارتیسم در فرانسه، و نهایتاً جمهوری دموکراتیک. بنابراین اعتقاد دارند که دولت بورژوا سه مرحله رو طی میکنه و وقتی در چهارچوب جمهوری دموکراتیک ظاهر میشه، فانکشنش، عملکردش همونی میشه که در بیانیه کمونیست آمده، هیئت اجرایی کل طبقه بورژوا میشه.
و خب این مفهوم هیئت اجرایی کل طبقه بورژوا در نظریه مارکس جای خودش را همواره حفظ میکنه، اگرچه با یک تغییراتی. خب نتیجه ای که از دولت به مثابه ابزار حاکمیت یک طبقه میاد در واقع خیلی دارای اهمیته، چون اگرچه معنیش اینه که منافی گروه کوچک یک اقلیت به نام منافی عمومی یاد شده، ولی دولت وقتی میگیم ابزار، خب همونطوری که میتونه ابزار بورژوازی باشه برای سرکوب پرولتاریا و دیگر طبقات درون جامعه اونها رو به خط در بیاره، دولت میتونه ابزار حاکمیت پرولتاریا هم باشه. خب وقتی اینسترومنت میگی، یک جنبه در واقع خونسایی داره. چه اتفاقی میفته اگر پرولتاریا این دولت رو بگیره؟ چیزی که مارکس به کار میگیره مفهوم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریاست که یک دیکتاتوری موقت و حذف میشه، و در اونجاست که کار مارکس در مورد کمون پاریس دارای اهمیته، چون اونجا او اصرار داره بگه که این دولت البته مثل دولتی که در طول تاریخ بشری دیدیم نیست، چون اون دولت ها هی بیشتر تقویت می شدن، از یک دولت کوچکتر هی گنده و گنده تر می شدن و رشد می کردن و انقلاب خودش می شد وسیله‌ای برای تکمیل دولت ها، در حالی که اینجا دولت قراره که خورد بشه و در دولت شکل بگیره. و خب همین عبارت رو شما به عنوان مفهوم در دولت در مورد دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا در دولت و انقلاب لنین میبینید که خصلت موقت و گذراش رو مورد تاکید قرار میده. اما همونطوری که میدونیم کاری که هالد ریپر کرد و مفهوم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا رو در 4 جلد تشریح کرد، در 3 جلد اول در ارتباط با مفهومی که نزد مارکس بود و جلد 4 به ویژه در مورد روسیه همینطور و از دیدگاه پلخانوف آغاز شد تا دیدگاه لنین، مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا حق امتیاز ویژه پرولتاریا در واقع مطرح کرد که بیشتر با جنبه سرکوبگرانش که احزاب بورژوازی رو تعطیل میکنه و برای طبقه کارگر حق ویژه قائل میشه تعریف کرد که ربطی به اون مفهوم اول نداره. و باید در اینجا بگم آنارشیست ها به همین عنوان در واقع مورد تاکید قرار میدن این گرفتاری نظریه مارکسیستی رو. من در اینجا میخوام بگم در حد قبل از اینکه جلوتر برم، در نظریه مارکس بین مفهوم حقوقی دولت و مفهوم سیاسی دولت یک تعارض وجود داره، یک تناقض وجود داره. مفهوم حقوقی دولت در نظر مارکس اینه که دولت منفعت عمومی رو نمایندگی نمیکنه، منفعت خاص. مفهوم سیاسیش اینه که ابزار حاکمیت یک طبقه است و البته میتونه در یک جایی به طبقه به اصطلاح اکثریت جامعه تبدیل بشه. خب نقد آنارشیست ها این هست که دولت مظهر بیگانگی جامعه است، هیچ وقت قرار نیست تبدیل بشه به اراده عمومی. و اون چیزی رو که کمون به عنوان ندولت در ادبیات مارکس شناخته میشه، آنارشیست ها با قاطعیت گفتند که ما خواهان نوعی دولت کنفدرال کمون هستیم، که این کمون در واقع اساسش یک نوع خوداداری شهروندان است و ربطی به یک دستگاه دولتی به معنی دقیق کلمه نداره. بحث در اینجا اینه که آیا دولت قادر به سرمایه تقلیل پیدا کنه یا اینها دو دستگاه اقتدارند؟ آیا مفهوم دامینیشن باید در کنار اکسپلوتیشن بیا؟ در نظریه مارکس اساس سرمایه است و دولت ابزار اونه و طبقه اصلی رو که اقتصاد حاکمه اونجا رو میتونه بعد از به هر حال طی یک مراحلی حاکمیت رو هم به دست بگیره، و بنابراین اکسپلوتیشن اساسه. مفهوم دامینیشن در واقع ادامه همون اکسپلوتیشنه و اینها دوتا نیستن، یکی هستن. و خب این کاملا قابل بحث هست و من در واقع بهش برمیگردم. اما در اینجا باید بگم که این مفهومی که مارکس داشت از دولت یک تغییرات جدی نزد مارکسیستا پیدا میکنه. اول از همه مفهوم یک طبقه اصلی و یا اون زیربنا از نظر لنین مورد تردید قرار میگیره و از مفهوم دیکتاتوری دموکراتیک
کارگران و دهقانان یاد میکنه که به نظر در واقع لنین یه پدیده اقتصادی نیست، یه پدیده زودگذره، ولی شرایطی رو در واقع داره در انقلاب بورژوایی که طبقه بورژوازی به طور کامل در انقلاب دیگه نقش انقلابی نمیتونه بازی کنه، همونطور که نمیتونه بازی کنه حتی به مرحله ضد انقلابی رسیده، ولی وظایف بورژوای انقلاب معوقه باقی مونده. خب این مفهوم چند طبقه از چند شکل دیگه ادامه پیدا میکنه. اولا از جانب ماوستون اندیشه به مفهوم چهار طبقه میرسه، یعنی طبقات دموکراسی خلق ناشی استش از وجود یک حاکمیتی که در واقع از کارگران، دهقانان و بورژوازی ملی و خرد بورژوازی شهری شکل میگیرن. بنابراین یه اندیشه تغییر میکنه و این تغییر در عین حال نه فقط در زمان لنین بلکه در دوره مبارزه ضد فاشیستی به طور ویژه اهمیت پیدا میکنه. دومین نکته‌ای که باید به تغییر اشاره کنم مفهومی است که از دولت ادامه همین مسیری که گفتم، وقتی دولت در اتحاد شوروی شکل میگیره نه فقط موقت نیست بلکه دائمی میشه و مثل یک به اصطلاح گارگانتوا، یک به اصطلاح غول عظیمی تمام جامعه رو میبره و در واقع گویا جامعه در خدمت این دولته و حزب دولت در واقع شکل میگیره. در اینجا ما این دولت شوروی مسائل متعددی رو به وجود میاره و این یک طرف ماجراست. دومین ماجرایی که هست دولت رفاهه که بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره و این ایده ایجاد میکنه که شاید دولت اونطوری که گفته شد در واقع عامل ابزار حاکمیت یک طبقه و وسیله طبقه دیگه نیست. در اینجا در اندیشه‌ای که در غرب از دهه تقریبا 70 میلادی شکل میگیره، مفهوم دولت به عنوان یک عرصه است، یک فیلد و نه یک ابزار، و این پایه اندیشه‌ای است که اوروکومونیسم رو شکل میده. از میان این جریانات اوروکومونیسم من باید از چند تا یاد کنم. از سانتیاگو کاریلو باید یاد کنم که اوروکومونیسم رو کتابش در 1977 نوشت. از انریکو برلینگوئر همینطور در مورد ایتالیا باید یاد کنم و همینطور پالمیرو تولیاتی و همینطور از نقشی که پولانساس بازی کرد در با کتابش در 1978 به نام دولت، قدرت و سوسیالیسم، که این کتاب نقش مهمی داشت برای اینکه پولانساس دولت رو به عنوان یک فیلد، یک عرصه مطرح کرد که نه فقط بورژوازی بلکه طبقه کارگر هم میتونه در اون اعمال نفوذ کنه و یک عرصه‌ایه که درش سهم مبارزه طبقاتی خودش رو منعکس میکنه. این ایده به ویژه با شکل گرفتن دولت رفاه بعد از جنگ جهانی دوم، دوره سه دهه رونق اقتصادی، خیلی میدان گرفت که دولت یک جور نقش خونسا داره و اون چیزی است که از دوران روزولت به عنوان تو collective bargaining or یا two sided collective bargaining میگفتن. یعنی چی؟ یعنی یک جور مذاکره دست جمعی متشکل کارگران و کارفرمایان. کارگران در سندیکاهای خودشون متشکل میشن، کارفرماها هم همینطور بین اینها مذاکره صورت میگیره و نتایجش رو در واقع دولت نمایندگی میکنه و این جریان سوم. البته باید بر این اضافه کرد که تجربه اتحاد شوروی در کنار دولت رفاه خیلی نقش بازی کرد، به این خاطر که بسیاری از اوروکومونیستا در واقع این مفهوم عرصه رو که می آوردند بر این اصرار داشتند که باید پلورالیسم رو به رسمیت شناخته بشه. پلورالیسم اولا باید دستگاه به اصطلاح کارگران اتحادیه‌هاشون از دولت مستقل بمونه و همینطور نباید گفت که دولت فقط دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یک طبقه است، بلکه باید گفت طبقات و احزاب مختلف پلورالیسم باید درش باشه و میخواستن چهره متفاوت از سوسیالیسم رو هم بگن. بنابراین وقتی من از اوروکومونیسم و تجدید نظرش در اندیشه اولیه مارکس یاد میکنم، به هیچ وجه قصدم این نیست که
نقاط قوت اروکمونیسم رو در مقابل سوسیالیسم روسی نادیده بگیرن. نقاط قوت در واقع اروکمونیسم این بود که رو مفهوم تعدد احزاب و اندیشه های سیاسی بسیار تاکید داشت یا پلورالیسم، و قدرت سیاسی رو از آن انحصاری حزب کمونیست نمیدونست و در عین حال میخواست چهره‌ای متفاوت از سوسیالیسم با توجه به تجربه پراگ، بهار پراگ در چکسلواکی ارائه بده. برخلاف برخی از دوستان چپ و به اصطلاح رادیکال در کشور ما که اعتقاد داشتند جنبش مثلا در پراگ ضد انقلابیه، من رجوع میدم باز به یکی از آثار راه کارگر که در واقع در مورد انترناسیونالیسم پرولتری به نگارش در اومده بود و جنبش های ضد انقلابی در بلوک شرق رو از جمله بهار پراگ، جنبش پراگ و مجارستان در 1956 تلقی میکرد. واقعیت هم این بود که در واقع نیکوس پولانزاز و به این باور بودن که هم جنگ ضد فاشیستی و هم در واقع ماجرای تجربه دولت شوروی و نیز اونچه که اتفاق افتاد در دوره بعد از جنگ جهانی دوم موسوم به دولت رفاه، ما رو به این سمت هدایت میکنه که دولت ابزار حاکمیت یک طبقه بر طبقه دیگر نیست، بلکه یک عرصه ویژه است که این عرصه میتونه تحت نفوذ طبقه کارگر هم قرار بگیره. و از اینجا بود که این مفهوم باید بگم در اقتصاد راه افتاد. دو مکتب در واقع منتقد اقتصادی که در دهه 70 و 80 پا گرفتن و من در یکی دیگه از گفتار پیشینم در مورد رژیم انباشت سرمایه‌داری سیاسی در همینجا گفته بودم، یعنی اکول دو لاگولاسیون در فرانسه، آدمایی مثل یعنی مکتب رگولاسیون در فرانسه که از دهه 70 با میشل آگریتا، روبرت بوایه، آلن لیپیتز و عده دیگه این معروف شد، و مکتب سوشال استراکچر آف اکیومولیشن در آمریکا. اینها هر دو مکتب که خیلی هم به هم نزدیکن تأکید کردند که دولت در واقع یک عرصه است و میشه درش نفوذ کرد و دولت میتونه یک جور زیرساخت عمومی باشه، نه فقط برای بورژوازی که هست، بلکه میتونه طبقه کارگر هم از اون در واقع استفاده کنه. خب این اندیشه در میان چپ ایران به شدت رایج بوده. اندیشه به این معنا بسیار سوسیالیسمش دولتگراست. شما ادبیات سازمان اکثریت چه دیروز چه امروز نگاه بکنید، این نقش ویژه دولت رو در واقع توش میبینید که قرار خیلی کارهای خیر بکنه. من مثلا دیدم که بسیاری از حتی کارگران روشن ضمیر ما که کارهای بسیار با ارزشی دارن، من یکیشون از اسنادشون رو یه تیکه رو نقل میکنم بدون ذکر اسم، نوشته نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ نظم سرمایه و سرمایه‌داری هستند و اصولا نمیتوانند بیطرف باشند بجز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین الملل دوم، و اون هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه بوده و سعی می‌کردند به موقعیت ناظر بیطرف نزدیک بشوند. خب یعنی اعتقاد داره که دولت در یک جایی تبدیل شده به اون عامل بیطرف، داوری که آمده و نفوذ کارگران و منافع اونها رو هم در نظر گرفته، ولی این قصه هیچ وقت در مورد ایران واقعیت پیدا نکرده. هنوز هم در تئوری به اصطلاح اندیشه بسیاری از دوستان ارجمندمون اگر شما نگاه بکنید، و این البته خاص فقط اکثریت هم نیست، توی گاه اقلیت هم این قصه توی سازمان فدایی بوده، توی اندیشه حزب توده هم بوده و تو بسیاری دیگر از جریانات سوسیالیست که از سنت بلشویکی اقتباس کردن، این نکته توش هست و یه بخشش هم از سنت بین الملل دوم. باید بگم این اندیشه که دولت میتونه به عنوان عرصه مورد استفاده طبقه کارگر قرار بگیره، نه فقط به جریان در واقع شوروی تعلق داره، بلکه به سوسیال دموکراسی هم تعلق داره. یک جوری اوروکومونیسم آشتی این دو گرایش بود به لحاظ فکری، و در اینجا هستش که ما یک نسلی از چپ رو داریم که اساساً گفتن این که دولت اساساً یک شر و مظهر بیگانگی جامعه است
و یک نیروی استثمار و غارته، در واقع این حرف حرف زمختی تلقی شده. من این رو البته سعی کردم اتفاقا در مورد دولت‌های رفاه توضیح بدم که واقعا در مورد این ماجرا اگر شما صحبت بکنید دولت رفاه پایش چیه و چرا اصلا ربطی نداره به این چیزهایی که گفته میشه در مورد وضعیت طبقه کارگر و در میان جریانات بورژوا اصلا دولت رفاه منبعی بوده برای خودش، این حرف خیلی کم در ایران امروز ما شنیده میشه. ولی باشه این بحث برای جای دیگه که وقتی صحبت میکنیم این وسط بیاد. خب در اینجا من بعد از تئوری در واقع دو قسمت اول صحبتم در مفهوم سیاسی و حقوقی و جامعه شناختی به خصوص جامعه شناسی سیاسی که به طبقات مربوط بود میرسم به تئوری اقتصادی دولت. خب تئوری اقتصادی دولت یه عنوان یکی از شش مبحثی بود که مارکس در گروندریس در کنار بازار جهانی بدون اشاره کرده. یعنی میگفت ما اول از سرمایه شروع میکنم، ولی بعد از اون چند جلد دیگه کتاب بود که از جمله اینها اول دولت بود جلد چهارم و بعدش در واقع بازار جهانی. و در این نگاهی که مارکس از مسئله داشت چند چیز رو باید دید که چه چیزهایی انجام شد چه چیزهایی انجام نشد. مارکس این کتابش رو در مورد دولت هیچ وقت شکل نداد. دستگاه دولت به عنوان مالیات ستان، خراج ستان مورد مطالعه پراکنده مارکس بود. تئوری های ارزش اضافی جلد چهارم کتاب کاپیتال، Theories of Surplus Value که خودش در سه جلده، اگر شما نگاه کنید اینجا و اونجا روی گردآوری مالیات به عنوان یکی از اشکال در واقع غارت و استثمار در نظام‌های مختلف بهش نگاه می‌کنه، یادداشت می‌ذاره بدون اینکه تئوری سازی بکنه. اون چیزی که در اندیشه مارکس و انگلس وجود نداشت همین نکته هست. اول از همه بنابراین وقتی صحبت می‌کنیم از تئوری اقتصادی دولت، تئوری مالی عمومی چیه؟ مالی عمومی در اندیشه مارکس، پابلیک فایننس اندیشه مارکسیستی چیه و چجوری باید اینو توضیح داد؟ در دو حوزه دیگه کارهایی وجود داره. یکی در حوزه دولت به مثابه مکانیسمی از تخصیص منابع در کنار یا به موازات بازار. در این مورد در کاپیتال جلد اول مارکس ملاحظات و مباحثی داره که بسیار درخشانه و من در اینجا روش مکس خواهم کرد. و دست آخر رابطه دولت و کل اقتصاده که در اینجا هم مارکس نکات با ارزشی و به ویژه بیش از مارکس حتی انگلس نکات مهمی رو مطرح کرده بی اون که تبدیل به تئوری بشه. به گمان من از این سه عرصه ای که عرض کردم در تئوری اقتصادی دولت یک عرصه است که ما عناصری از یک تئوری رو شاهد هستیم و اون دولت به مثابه مکانیسم تخصیص منابعی است که در موازات به موازات یا در مقابل بازاره. در دو حوزه دیگه دستگاه با دستگاه دولت به عنوان به اصطلاح منبع جمع‌آوری مالیات یا خراج ما تئوری خاصی نداریم و در مورد رابطه دولت و کل اقتصاد هم تئوری ویژه‌ای نداریم، اما ملاحظات پراکنده‌ای اینجا و اونجا داریم. خب من در اون حوزه‌ای که به نظرم اندیشه مارکس شکل گرفته اشاراتی می‌کنم، چون در اینجا مارکس نوآوری‌هایی داره که واقعا در ادبیات امروز اقتصاد هم پایز اهمیته. در کاپیتال جلد یک مارکس اشاره میکنه به دو مکانیزم، یکی بازار و یکی کارخانه. کارخانه رو با استبداد کارگاهی در فصلی که از پیشوری بعد مانوفاکتور و بعد فابریک ازش یاد میکنه، کارخونه رو یک نوع استبداد کارگاهی رو یک شکلی از سازماندهی نام میبره که در مقابل بازار که بر هرج و مرج مبتنیه قرار میگیره. و بعدها در واقع کارکاوسکی این دو عرصه رو هم در اندیشه مارکس تفکیک میکنه، میگه یکی مارکس به مسئله استبداد کارگاهی یا قدرت کنترل سرمایه‌دار بر کارخانه مثل اینکه خانواده‌شان و پدر سالاره حاکمه،
و مارکس خواهان دموکراتیزه کردن اون بوده، و دیگری حق مالکیت که این یک جنبه دیگه داره. برای کارکالسکی مالکیت البته اساسی تره تا شکل نوع سازماندهی دولت، ولی این دو شکل یا دو حوزه، دو عرصه رو در مسئله اقتصاد از هم تفکیک می‌کنه. سخنرانی که اخیراً آقای تراب سالس داشتن، دوستم تراب، در مورد کنترل کارگری وجه اصلی رو داد به ماجرای سازماندهی و اون رو مرکز اصلی برنامه انتقال قائل شد و نه مسئله مالکیت، که این باز ارتباط داره به همین بحثی که در میان سوسیالیستا بوده. خب تمایز بازار و کارخانه چیست؟ خب این نکته خیلی مهمه. این رو مارکس در 1867 مطرح کرد. ما در اقتصاد کسی رو که به اولین بار به شیوه خیلی سازمان یافته، روشدار به این قضیه پرداخت، رونالد کوس بود در 1937 که برنده جایزه نوبل. من فکر میکنم اشتباه نکنم اگر سه وجه ممیزه بین بازار و کارخانه رو تفکیک کنم از هم. این رو میگم به خاطر اینکه وقتی ما به جای کارخانه از شرکت نام ببریم، اون وقت یه سری از مفاهیمی مثل اقتصاد دستوری هم بیشتر میفهمیم. بازار یک مکانیسم اختصاص منابع، چه کالا چه خدمات. این مکانیسم با چه وجوهی از هم دیگه، با چه وجوهی مشخص میشه، با چه وجوه تمایزی مشخص میشه؟ نقطه اول در بازار نقش قیمت هاست در تخصیص منابع. تأکید میکنم بازار مدرن منظورمه، نه بازار باستانی قدیم، بازار جمعه بازار، شنبه بازار، بازار کوچیک محلی یا سوق در مثلا مراکش که خدا سال زمانشون هست، در چین و ایران باستان هست. اصلا اصطلاح بازار از شرق آمده که ما استفاده میکنیم. این بازاری که یاد میکنم مثل بازار بورسه، بازار غیر پرسونله، این پرسونال مارکته نه پرسونال مارکت. نقش قیمت ها اصله در بازارهای باستانی، نه قیمت ها اونقدر نقش داشتن. اولا همه اجناس قیمت داشتن و بعد تبادل اجناس، مبادله اجناس با هم دیگه بر مبنای یک رشته سنت بود، مرسوم بود. مثلا چه میدونم، باید 10 تا مرغ رو با یک گوسفند تاخت زد، این رقم سنت بود، کنوانسیون محلی بود، نه قیمت روز بازاری گوسفند و قیمت روز بازاری مرغ. خب ولی در بازار جدید هر چیزی با مکانیسم قیمت یا ارزش پولی کالا تعریف میشه. دوم این که در این نظام رابطه هرج و مرج وجود داره، ولی یه هماهنگی وجود داره که در پایان کار وجود داره. یعنی چی؟ ما به اصطلاح میگیم دست نامرئی آدم اسمیت، و این مثالش اینه که وقتی شما نونی میخواید میرید پیش نونوا و در نونوایی به اصطلاح روحیه خیر و شر نونوا کار نداری، به نودوستی نونوا کار نداری، به منفعت مادیش کار دارید. شما پولی رو میدید و نانی میستانید، بنابراین هر دو اگویستید، ولی هماهنگی بین شما حاصل شده. شما در کار نانوا مداخله نمی کنید و نانوا هم در کاری که شما می کنید کاملا به اصطلاح مدخلیتی نداره. این رو بهش میگن اکسپوست کوردینیشن، هماهنگی مابعد. اگرچه ظاهر امر هیچ گونه هماهنگی و توافقی بین نانوا و شما نیست که اون نان شما رو شب بپزه، اون نانوایی میکنه و شما مثلا کارمند یک شرکت هستید یا مثلا راننده کامیون هستید، ولی در عمل این هماهنگی به صورت مابعد اکسپوست ایجاد میشه، نه به صورت اکسانته، نه از ابتدا. از ابتدا یک طرح تنظیم شده ای نیست که در واقع افراد هر کدوم وظیفه خودشون رو داشته باشه. خب پس نکته دوم اینه که هماهنگی در نظام بازار اکسپوست هست و نه اکسانته. و سوم این که روابط بازار مبتنی بر روابط افقی خریدار و فروشنده است، نه بر مبنای روابط عمودی سلسله مراتب بین مادون و مافوق. خب این سه ویژگی نظم بازار، بازار مدرن از مکانیسم قیمت برای اختصاص منابع استفاده میکنه، هرچی منبعی نایابتر قیمتش بالاتر،
دوم مکانیسمش هماهنگی رو موجب میشه که این هماهنگی مثل دست نامرئی آدام اسمیت ما بعد ما بعد است، بدون اینکه از ابتدا هماهنگی بوده باشه. و سوم اینکه مبتنی است بر روابط افقی بین عوامل اقتصادی و نه و عوامل و نه رابطه هیرارشیک سلسله مراتبی بین عمودی بین به اصطلاح مافوق و مادون. اما کارخونه چجوره؟ این اصطلاح رو مارکس کارخونه به کار میبره، مانیفکتچر و همینطور فابریک، ولی در اصطلاح رونالد کوس کارخونه نیست، کل سیستم شرکت هاست با سه ویژگی دیگه. نقطه اول اینکه در یک تخصیص منابع از طریق در یک شرکت بر مبنای کامنده، بر مبنای دستوره، یک نقش نظام دستوری داره در تخصیص منابع. در یک بنگاه چه تولیدی باشه چه تجاری باشه، در یک بنگاه شما اگر میخواید یک بخش بنگاه از منابع بخش دیگه بنگاه استفاده کنه، اساس خرید و فروش بین اون دو بخش نیست، تصمیمگیری عمومی وجود داره، کمان داده میشه، یک امری داده میشه که چقدر منابع از یک جا به جای دیگه در واقع منتقل بشه. دوم اینی که نظام بر مبنای یک هماهنگی اکسانت است، اکسانت کوردینیشن، یعنی یک برنامه ریزی مشترک با هدف مشترک وجود داره. از ابتدا در یک شرکت گفته میشه که فلان کس در این شرکت مثلا نقش مدیریت داره، این یکی نقش به اصطلاح کارگر ساده، اون یکی کارگر ماهر، یا این متخصص ارزیابی جنس و و و و اینها همه یک نقشه واحد رو اجرا میکنن و هماهنگی از پیش صورت میگیره، نه هماهنگی ما بعد. و سوم اینکه روابط عمودی است و سلسله مراتب فرادست و فرودست وجود داره و این در واقع تمایز در این دو نوع سیستمه. خب آیا میشه تئوری دولت و بازار رو، یعنی دولت رو خلاصه کرد و تقلیل داد به بازار؟ آیا میشه گفت این دو نوع مکانیسم یک مکانیسمه و یکی زیر مجموعه دیگری است؟ خب یه نگاه اینه، آنارشیست‌ها این نگاه رو هیچ وقت قبول نکردن و بین مفهوم در واقع سلطه سرمایه و سلطه این تمایز رو قائل شدن، در واقع سابوردینیشن رو. ولی در اقتصاد معاصر ما در واقع از این قصه استفاده کردیم. در اقتصاد معاصر ما مکتبی داریم به نام Property Rights School، مکتب مالکیت، که افرادی مثل دمسس، الکیان و به اصطلاح چیز هستن، پیوویچ در واقع توش هستن، که اینا اعتقاد دارن کارخانه یا شرکت چیزی در جز مجموعه ای از قراردادها نیست و این بازاره و نباید اون رو از بازار به یک مکانیسم جانشین بازار در نظر گرفت. نه، شرکت ها یه مجموعه ای هستند از قرارداد بین کارگر و کارفرما، قرارداد بین مالک و مدیر، قرارداد بین عرضه کننده مواد و صاحب شرکت و امثال هم. و اینا در هیچ کدومشون میشه همه این قصه سلسله مراتب رو ختم کرد به یک مجموعه از روابط بازاری. خب اینا در واقع میگن اینا از یک شکل هست. در نگاه من اینا دو مکانیسم اختصاص منابع هستن و تفاوت جدی دارن. خب من در اینجا میخوام بگم این عرصه مهمی که از مارکس اومده امروز هم بسیار رشد کرده و مورد تایید من هست، اون رو باید تشدید کرد. توی مکتب به اصطلاح ترانزکشن کاست تیوری، تئوری های مربوط به ترانزکسیون، تراکنش ها، این نگاه مارکسی از جانب رونالد کوز، ویلیامسون و غیره بست پیدا کرده. و حالا میرسم به آخرین عرصه، تئوری اقتصادی دولت در به اصطلاح اقتصاد سیاسی مارکس و دیگر نگرش ها. من از ببخشید یک مکسی می کنم، میخوام ببینم که من چقدر صحبت کردم از تراب عزیز سوال کنم. تراب ارداد عزیز، شما حدود یه ساعت صحبت کردید ولی وقت دارید هنوز صحبتتون رو ادامه میتونم جایی که لازمه. آره به روی چشم، برای اینکه من این بحثم رو ما مشتاقانه داریم گوش میکنیم. خواهش میکنم.
ببینید، من به عرصه سوم رابطه دولت با کل اقتصاد میپردازم و در اونجا به پایان میرسونم صحبتم رو، برای قسمت دیگر رو برای بعد خواهم گذاشت. باید در اینجا بگم که ما در واقع در دهه 30 میلادی از نگاه به اصطلاح انگلس و مارکس ملاحظاتی وجود داره به رابطه دولت با کل اقتصاد. در مورد دولت به عنوان هیئت اجرایی یا کمیته اجرایی بورژوازی قبلا اشاره کردم، در مانیفست اومده یه سری کارهایی که بورژواها بر اثر رقابت بین خودشون به تنهایی نمیتونن به عهده بگیرن و صرف نداره ولی به نفع کلشون هست، به صورت یک مکانیسم اقدام جمعی دولت انجام میده. بنابراین دولت مظهر اقدام جمعی است. این نگاه در مکتب رگولاسیون و سوشال استراکچر، در واقع خیلی زیاد سوشال استراکچر اف اکومولیشن به شدت وجود داره که نقش دولت رو به عنوان فراهم کننده مقوم در واقع انباش در نظر میگیره. ولی علاوه بر اون، مارکس و انگلس اشاره کردند به اینکه دولت باعث میشه که تعارض بین خصلت اجتماعی کار و تصاحب خصوصی اون توسط سرمایه‌داران یک جور راه حل سوری به دست بیاد در زمینه بحران. بحران‌های سرمایه‌داری، بحران‌های ادواری رو بحران‌هایی می‌دونن که در اونها خصلت اجتماعی کار طغیان می‌کنه بر شیوه خصوصی تصاحب منابع. یعنی مازاد تولید که انجام میشه، این مازاد تولید همراه با خودش کمبود مصرف اقشار وسیعی رو داره. برای انطباق دادن به این دو، غالبا دولت میتونه مداخله کنه و دولتی کردن این بخشی از اقتصاد راه حل سوری است که نشان از راه حل آتی داره. انگلس در آنتی دورینگ به این مسئله به شدت توجه داره و تأکیدم داره که دولت در اینجا برخلاف اون چیزهایی که لاسال میگه و یا دورینگ میگه، دولت اینجا راه حل نیست ولی راه حل سوری است، نشون میده چه باید انجام بشه. خب این نکته ای رو که در واقع انگلس مطرح میکنه پایه یک اندیشه ای میشه که بین الملل دوم اون رو شکل میده. و اون اندیشه چیه؟ و اون اندیشه اینه که اگر مکانیسم دولت برای تخصیص منابع در تقابل با مکانیسم بازار، سوسیالیسم در واقع برنامه ریزی که ما در داخل شرکت آغاز میکنیم این رو در سطح جامعه توسعه میده و سوسیالیسم چیزی جز یک فابریک واحد نیست. این اندیشه را اولین بار کارل کاوفی در برنامه ارفورت مطرح کرد و اینکه سوسیالیسم به تصویری ازش داد که همون در واقع مکانیسمی که در شرکت وجود داره دولت شده و همه میشن کارمندان دولت. این چیزیه که در دولت و انقلاب هم مارکس بهش اشاره میکنه، سوسیالیسم به مثابه یک فابریک واحد. و جالبه به اصطلاح بگم که در نه فقط این در دولت و انقلاب اومده، در اثر بوخارین و پرابراژنسکی هم در مورد سازماندهی سوسیالیستی اشاره هست به اینکه چگونه رقابت و هرج و مرج سرمایه‌داری با نظام برنامه‌ریزی شرکت‌های بزرگ تعویض میشه و مفهوم سرمایه‌داری دولتی که جامعه و شرایط همه بخش‌ها رو میپوشونه اگر با دیکتاتوری پرولتاریا جمع بشه سوسیالیسم. خب این البته مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت که اینطوری نیست و از جمله اونها رومن روستولسکی بود که نشون میداد که ما یه سرمایه‌داری دولتی واحد نمیتونیم شکل بگیریم. نفس سرمایه به تعددش بستگی داره و از اینجاست که منی کپیتال وقت نمیتونه یونیت کپیتال بشه. ولی حالا وارد اون بحث نشیم. این ایده است که مفهوم سوسیالیسم در واقع ادامه منطق دولتی. من فکر میکنم در شکل گرفتن اندیشه دولت نوع شوروی یا سوسیالیسم نوع شوروی، این اندیشه‌ای که مبادیش رو شما میتونید به یک اشکالی در خود انگلس، در کارل کاوتسکی و در بین الملل دوم پیدا بکنید، این رو در واقع تعمیم داده شده به این قصه.
و ما چیزی که در واقع در این بحث داریم مفهوم سرمایه‌داری دولتیه که این به گونه های مختلف در ادبیات مارکسیستی توسعه پیدا کرده و سوسیالیسم هم در واقع امری است که اساسا با دیکتاتوری پرولتاریاش شکل میگیره. قبلش به لحاظ شرایط مادی و اقتصادی خود سرمایه‌داری دولتی همه چی رو فراهم کرده و عادی کرده. و همین داره که شما نگاه لنین رو هم به اقتصاد نفت نگاه کنید، بعدا در جامعه شوروی میگه ما هنوز در وضع اقتصاد خردی هستیم و این اقتصاد خرد باید به سرمایه‌داری دولتی به اصطلاح ارتقا پیدا کنه تا با تکمیلش از جانب نظام شوراها این بتونه این به اصطلاح به سوسیالیسم بیانجامه به لحاظ اقتصادی. و از اونجایی که در واقع شکل گرفتن این سرمایه‌داری دولتی رو بسیار متمرکز کردن سرمایه میدونه، الکتریفیکاسیون رو یه حلقه میدونه و پاره اوقات این عبارت خیلی سریع داره، الکتریفیکاسیون به علاوه قدرت شورا یعنی سوسیالیسم. خب میخوام بگم که در تئوری اقتصادی دولت این مفهوم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا که قرار بود موقتی باشه ولی میگفت که منفعت عموم است نه خصوص، با نظریه حقوقی در تعارضه و نظریه اقتصادی که بخواد از مفهوم فابریک واحد استفاده کنه، نظریه اقتصادی هم در تقابل با اون مفهوم اولیه دولت مظهر بیگانگی است قرار میگیره. خب چه اتفاقی در مکاتب دیگه میفته؟ در دهه 30 میلادی به خاطر بحران عظیمی که در دهه 20 صورت میگیره، یک مسئله جدی از جانب کینز مطرح میشه که در میان بسیار از مارکسیستا نقش داره و اون اینه که بحران برای رفعش چه باید کرد؟ زمانی هستش که در واقع بحران هست که سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نمیگیره. برای اینکه سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت بگیره، دولت چه سهمی میتونه ایفا کنه؟ خب کینز اینجا یک پاسخی داد که معروف به مصرف عمومی. گفت پسنداز نیست که منشأ سرمایه گذاریه، برخلاف اون چیزی که اقتصاد کلاسیک تاکید داشت که اون محصول یه بخشش مصرف میشه یه بخش پسنداز میشه، اون پسنداز سرمایه گذاری میشه. کینز گفت نه، مصرفه. یعنی اینجوری بخوام بگم در دوره بحران یه بحث خیلی جدی بین در واقع هایک پیش اومد و در واقع جون رابینسون رو تعریف میکنه با کینز. اگر در دوره بحران ما بریم یه مانتو بخریم به رفع بحران بیشتر کمک میکنیم، یا اینکه پولی که برای اون مانتو داریم پسنداز کنیم و سرمایه گذاریم. کینز میگه بریم اون مانتو رو بخریم و به این ترتیب باید دولت مشوق مصرف باشه و این رو میگفتش که این یه مالتیپلایر داره، یک تشدید میکنه سرمایه گذاری. دولت میتونه حتی مقروض بشه ولی سرمایه گذاری کنه، مصرف عمومی رو افزایش بده، بعد خودش پشت سرش سرمایه بازار گسترش پیدا میکنه و اون سرمایه هایی که منجمد شده وارد بازار میشه. سرمایه ها اونجا ذخیره نمیشن، انبان نمیشن، وارد بازار میشن. خب این نگاه به اصطلاح کینز به مسئله مداخله دولت به عنوان عامل رفع بحران یک نقطه آغازی بود در میان بخش مهمی از مارکسیست ها. بسیاری از مارکسیست ها از به اصطلاح این ایده کینز به اصطلاح بهره‌مند شدن و متأثر شدن. شما در دهه 60 و 70 سراسر افرادی رو میبینید که خودشون هم مارکسیست و هم کینزگرا میدونن و نقش دولت رو در واقع تاکید میکنن. بر این باید بیافزایم تئوری نرماتیو دولت رو. تئوری نرماتیو دولت رو فقط کینزگراها نمیگفتن، بلکه بخشی از اقتصاددانان نئوکلاسیک از جمله سسیل پیگو مطرح میکرد و اون چه بود؟ و اون این بود که یک جاهایی هست که دولت نمیتونه در واقع مداخله، یک جاهایی هست که بازار نمیتونه منابع رو تخصیص بده به خاطر اینکه منافع یک مبادله از محدودی طرفین مبادله میگذره، فراتر میره. مثلا من براتون یک نمونه بیارم. شما در یک خونه زندگی میکنید و در این خونه طبقه اولش اینی که همسایه شماست میخواد بره رستوران بزنه،
خب این رستوران یک سری مضراتی داره و این مضرات مثلا شامل تحویل جنس سر صبح میشه، خب صدا داره، این رستوران زدن بو داره، اینا عواملی هستش که سبب میشه شما فقط خود اون کسی که داره این کارو میکنه متضرر نشه، بلکه دیگران هم متضرر میشه. در نظریه به اصطلاح سسیل پیگو، نظریه کلاسیک اقتصاد این بود که زمانی که اکسترنالیتی وجود داره، یعنی برای مصرف یک کالا عرصه و اعیانی فراتر هستش از خود اون معامله ای که کالا در اون جا به جا میشه، باید دولت مداخله کنه. بنابراین دولت باید یک تئوری عمومی داشتیم کجاها مداخله کنه. دو شرط میذارم برای تعریف کالاها و خدمات عمومی و میگن کالاها و خدمات عمومی از طریق بازار نمیتونه جابجا بشه. چیه اون دو شرط؟ کالاهایی که از دو صفت برخوردار باشن، یکی در موردشون رقابت نتونه عمل کنه و دوم حصر نشه ایجاد کرد. یه نمونه میارم، در دریانوردی یک نوری هست که یه برجی هست که برای پخش نوره. خب اگر کشتی های مختلف در دریا هستن، من از اون نور استفاده کنم در رقابت نیست با نوری که یک کشتی دیگه میتونه استفاده کنه. حصر هم ایجاد نمیکنه، یعنی استفاده از نور اگر من بکنم کم نمیاره، نمیتونم من جلو بگیرم یک کشتی دیگر رو که آقا چرا تو از این نور استفاده میکنی، حتی اگر اون کشتی دیگه برخلاف این کشتی اول، من مثلا این نور رو در انگلستان ایجاد گذاشتم، در سواحل انگلستان گذاشتم و یک کشتی دیگرم مثلا از به اصطلاح آمریکا داره میاد به طرف من، من نمیتونم اینو فقط برای کشتی انگلیسی اختصاص بدم. کالاهایی که به قول معروف خصلت غیر رقابتی دارن و غیر حصر درشون هستن، اینا کالاهای عمومی و خدمات عمومی هست. شامل چی؟ مثل حمایت نظامی از مردم یک کشور. خب من اگر مورد حمایت نظامی از مردم کشورم قرار بگیرم، دیگر شهروندم هم قرار میگیره و اگه برای من خرج بشه از خرج دیگری کاسته نمیشه. اینا رو گفتن بهشون خدمات عمومی و کالاهای عمومی و گفتن اینها رو هم دولت باید نمایندگی کنه. به این ترتیب و این در شامل در این حال بیمه های اجتماعی، مثلا بیماری های عامه‌گیره، مثلا فرض کنید که ماجرای مربوط به آموزش و پرورش عمومیه در یک کشوری که سطح سواد آموزی عموما پایین باشه، همه متضرر میشه. به این اعتبار گفته شد اونجاهایی که مکانیزم های تخصیص منابع از طریق بازار جلوش گرفته میشه، نمیتونه این بازار به تنهایی این کارو بکنه، دولت باید مداخله بکنه و این شامل یک مجموعه از مسائل است. خب تئوری در واقع نرماتیو دولت یا اثباتی دولت دو چیز مختلفه. تئوری نرماتیو همینی که گفتم، یه الگویی میسازید کجا دولت مداخله کنه. دولت اونجایی که در واقع بازار نمیتونه منابع رو اختصاص بده باید مداخله کنه، ولی اینکه در عمل دولت سر چیا مداخله میکنه این قصه ناروشنه. از 1960 با تئوری رونالد کوز ما نظریه اقتصاد خرد مدرن رو شکل دادیم که اساسش این بود اونجایی که دولت، اونجایی که بازار ناتوانه در تخصیص منابع، اونجایی که بازار شکست میخوره، لزوماً سبب نمیشه که دولت مداخله کنه. برای اینکه مداخله دولت میتونه ضررهایی داشته باشه. یکی از همین نمونه ها همین نمونه است که همین الان براتون آوردم. فرض بفرمایید که شما در همون ساختمون مسکونی که هستید، بگید آقا در طبقه اول شما میخواید یه رستوران بزنید، در طبقات دیگه هیچ کس کار تجاری نمیکنه، اینجا شما یک مزاحمت هایی برای عموم ایجاد میکنید، قانون باید مداخله کنه و در اینجا مکانیسم بازار نمیتونه مسئله رو حل کنه. کوز میگه که نه، چرا نمیتونه حل کنه؟ بذاریم ببینیم مذاکره ممکنه بین صاحب اون رستوران و مابقی ساکنین اون ساختمون. اگر سودی که اون صاحب رستوران به دست میاره خیلی خوب باشه و اگر هزینه مذاکره صفر باشه و بتونه با اون جماعت به راحتی به این توافق برسن،
که آقا هزینه های شارژ این خونه رو من میدم به عنوان رستورانچی، چون برای شما سری مزاحمت های ایجاد میکنم و همه به صورت همزیستی مسالمت آمیز و بدون اعتراض و جنگ و دعوا، بدون اینکه بریم به قوه قضاییه رجوع کنیم، با هم زندگی کنیم و مقرراتمون رو با هم بنویسیم، خب این میتونه بهتر از اون باشه. به عبارت دیگر کوز به یک مکانیسم چانه‌زنی اعتقاد داره، به این دلیل که میگه مداخله دولت خود دولت رو صاحب امتیازایی میکنه، اونهایی که دولت اداره میکنه. این قوانین حقوقی است که باید از منافع اقتصادی تبعیت کنه، نه بالعکس. در این موردی که الان ذکر کردم، اگر این کار نمیشد و قوانین حقوقی میخواستن مرجع باشن، باعث عدم کارایی اقتصادی بود. حالا که با توجه به این توافقی که صورت گرفت، کارایی اقتصادی صورت گرفت و هر در واقع دارایی، استی، هر دارایی به کسی تعلق میگیره که بتونه ارزش اون رو به حد اکثر برسونه. خب این در واقع نگاهی بود که کوز در واقع داشت از مسئله مداخله دولت و میگفت باید مورد به مورد مقایسه کنیم. مکانیسم بازار یک مشکلاتی داره و هزینه هایی داره، استفاده از دولت هم یه مشکل و هزینه هایی داره که از جمله اینها رانستانی دولته. یه جایی اگر هزینه مداخله بازاری بیشتر از هزینه مداخله دولتی باشه، باید دولت استفاده کنه. و درست اگر عکسش باشه، یعنی هزینه مداخله دولت بیش از بازار باشه، بازار باید مداخله کنه. بنابراین یک جا بازار و یک جا دولت، بسته به اینکه هزینه مداخله شون کدوم یکی بیشتره و کدوم کمتره. مطالعه اقتصاد مدرن در مورد نقش دولت از حالت نرماتیو به اصطلاح خارج میشه، به یک حالت پوزیتیو میرسه، یعنی بررسی تطبیقی سود و زیان مداخله بازار یا مداخله دولت برای تعیین حدود و ثغور عملکرد دولت. خب این یک تغییر مهمی است که در اندیشه اقتصادی در واقع شکل گرفته. من در اینجا باید بگم که ما تئوری خاصی تا کنون نداشتیم که چجوری میشه عملکرد دولت، حدود و ثغور مداخله دولت به طور واقعی انجام میشه. نه اینکه ما چی میگیم، نه اینکه مثلا ما میگیم ترجیح بر آن است یا ایدئال آن است، مطلوب آن است که دولت در زمینه‌های مداخله کنه که خصوصیت کالاها و خدمات عمومی دارن. تعریفم کردم کالاها و خدمات عمومی رو، با دو صفت، با دو وجه مشخص میشن: نان اکسکلودیبیلیتی و نان رایوالن، یعنی غیر هسته و غیر رقابتی. یکی دو تا دیگه مثال میارم تا قصه باز روشن بشه و بعد دیگه به اینجا به پایان میرسونم. نمونه مترو یا به اصطلاح سابوی، نمونه استفاده از تراموای یا حمل و نقل عمومی. خب این که من از یک مترو استفاده کنم مانع از مصرف دیگری از مترو نمیشه، ولی میشه حصر ایجاد کرد. یعنی رقابتی نیست کالای مترو، ولی حصر ایجاد میشه کرد. حصر چیه؟ بلیت. من میگم آقا بلیت بذاریم هر کی پول اون بلیت رو داد بتونه استفاده کنه. بنابراین در اینجا میشه یه عده‌ای رو حذف کرد و اینجا کالایی که وجود داره در مورد مترو، یا مثلا شبکه تلفن که خب همه میتونن استفاده کنن، من اگر شبکه موبایل استفاده میکنم شما هم استفاده میکنید، بنابراین در اینجا هیچ گونه رقابتی بین مصرف من و شما نیست، ولی من میتونم شما رو حصر ایجاد کنم، میتونم مستثنا کنم. با چی؟ با هزینه پرداخت آبون شدن برای تلفن دستی. و این قصه سر دراز داره در تمام خدمات عمومی که خصلت در واقع چیز دارند، رقابتی ندارند، ولی خصلت حصرپذیر دارند، از اصطلاح کالاهای کلوب یاد میکنند، یعنی کالاهایی هستند که مثل کلوب یاد اداره میتونن بشن، کالاهایی که عضوش هستید، یعنی عضوی کلوب هستید، مثل اون بلیتی که برای مترو میدید عضو اون میشید. بالعکس کالاهایی هستند که حصر براشون وجود نداره، ولی
در واقع رقابتی هم. مثلا چی؟ مثل مراتع عمومی. در مراتع عمومی هم یک به اصطلاح دامداری با گله 10 نفره میتونه گلش رو به چرا بذاره، هم یک دامداری با گله 1000 نفره. در اینجا حسی وجود نداره، ولی در واقع چه چیزی وجود داره؟ مسئله رایوالری وجود داره. اگر اون رمه ای که 1000 تا اون دامداری که 1000 رمه داره وارد اون محل بشه، جا رو برای اون 10 رمه کوچیک میکنه. اینا رو به اصطلاح میگن کالاهای کامنز، و کامنز گوز خیلی دارای مهم است امروز. مثلا خزر با به اصطلاح کشورهای ششگانه ای که میخوان امروز صید ماهی و زنبورم بکنن، خاویار بکنن، این حد و حصر نداره برای صید، ولی رقابتی هست بینشون، میتونن بر اثر رقابتشون منابع رو نابود کنن. اینا رو بهشون میگن کامنز گود. و یه نوع کالایی داریم که نمیشه درش حصر ایجاد کرد و نمیشه درش در واقع رقابت دید، مثل اون نوری که در دریا، اون ناتوری که میگذارن و کشتی ها راهشون رو پیدا میکنن. در اینجا نه رقابت هست بین دو کشتی بر سر استفاده از نور، و نمیتونید شما یکی دیگری را حذف کنید. در نوع سوم در واقع میگن برای همه رو مجبور کنید که مالیات بده. بنابراین در اینجا یک مبانی پیدا میشه برای اینکه در کجا دولت مداخله کنه برای تأمین کالاها و خدمات عمومی. ما این تئوری، تئوری نرماتیو دولته، تئوری که میخواد مطلوب رو تعریف کنه و بر مبنای اون مداخله دولت. ولی این و این توضیح میده اون چیزی رو که من گفتم، نظریه مالیات رو یا مخارج دولت رو. ولی ما تا کنون تئوری که پوزیتیو باشه، یعنی توضیح بده به طور واقعی چرا دولت مداخله میکنه نمیکنه، نداشتیم. این تئوری رو روش زمینه های کار شده بود، ولی من ارائهش دادم و من این رو در جلسه بعد سعی میکنم عناصر اصلیش رو مطرح کنم که علاقمندان میتونم با رجوع به کارم بیشتر بفهمم. ولی یه همچین مقدمه احتیاج داشت که وقتی من از اون تئوری میخوام صحبت بکنم، یه بار دوستان یک نظریه حقوقی دولت یا یک نظریه سیاسی دولت یا یک نظریه جامعه شناختی دولت رو وسط نکشم، بگم مثلا مارکس در این مورد اونو گفت یا اقتصاددانان کلاسیک اون رو گفتن و غیره. یک جمله میگم و یک مبحث رو با اینجا تموم میکنم. در نظریه اقتصادی دولت ما بیشتر از این که با اشخاص، با گروه ها و طبقات روبرو باشیم، در وهله اول با دارایی ها روبرویم. یعنی دولت رو از حیث نوع دارایی که جمع میکنه روبرو میکنیم. به این معنا تئوری اقتصادی دولت قبل از هر چیز تئوری ارزش دولت. یعنی این هست، شما یک کتابی دارید به نام کاپیتال. در ادامه کارهای دیگه ایست که اقتصاددانان کلاسیک کردن، ارزش یک کالا در بازار چقدره. چیزی که من میخوام برای شما در جلسه بعد بگم اینه که ارزش یک کالا در یک بنگاه چقدره، ارزش یک کالا در زیر دولت چقدره، به ویژه دولت. یعنی یک کالای واحد وقتی قیمتش در بازار ارزش گذاری میشه چیه؟ وقتی دولت ارزش گذاریش میکنه چیه؟ آیا تئوری ارزش یکیه یا دو تا تئوری ارزش داره؟ و تئوری ارزش با نوع مکانیسم نهادی که وجود داره تعیین میشه. کاپیتال مارکس یک تئوری رو در مورد ارزش ارائه میده و تئوری که جنبه مسلط داره و اون تئوری بازاری ارزشه. ولی تئوری غیر بازاری دولتی ارزش چیه؟ یک کالا در نزد دولت ارزشش چقدره و همون کالا در بازار قیمتش چیه؟ مشاهدات روزمره البته به ما نشون میده که این دوتا تفاوت زیادی دارن. ارزش بازاری یک کالا و ارزش دولتی یک کالا بسیار تفاوت داره. این تفاوت از کجا ناشی میشه؟ اونجایی قطعا در تئوری اثباتی دولت، دولت مشتاقه که مداخله کنه، که ارزش دولتی برخی از کالاها و خدمات به ویژه اونقدر هست که دولت بخواد متصاحبش بشه.
خب بنابراین اون چیزی که من شما رو بهش دعوت میکنم نه یک تئوری سرمایه و دولت، دو تئوری که ربط داره به دو مکانیسم تخصیص منابع. در این زمینه مارکس به گمان من به نحو درخشانی پایه‌ریزی کرد و اون به ادامه پیدا کرده در اندیشه اقتصادی تاکنون، ولی اون رو باید ادامه داد. یعنی اون استبداد کارگاهی و به اصطلاح هرج و مرج بازار نتیجهش نمیتونه بشه که یک سوسیالیسم ایجاد کنیم که بشه فابریک واحد، بلکه ما رو رهنمون میشه به اینکه ارزش کالاها و خدمات رو نه فقط در بازار بلکه در نزد دولت در مبادله که از طریق مکانیزم های آمرانه هست جستجو کنیم. این پرسش اصلی است که من در سخنرانی آتیم بهش خواهم پرداخت. ممنونم از حوصلتون، میدونم که ممکنه تجاوز کرده باشم از یک ساعت، ولی چاره دیگه ای نداشتم. این البته شاید میتونست خودش به دو بحث تقسیم بشه و شاید اینم با توجه به اینکه این بحث ها به صورت سکانسیل نیستن یه مقداری وقفه ایجاد بشه و این وقفه سبب فرار بودنش باشه در خاطر و حافظه شما. با تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادید.